It's now a month since around 200 asylum seekers drowned when their boat capsized south of Java. Anxious family members have flown to Indonesia to try to identify their loved ones. But the ساعت تقریبا 12 بجه شب بود. ما در کشتی 250 نفر بودیم. از اندونزیا طرف استرالیا می آمدیم. این کشتی ما دو طبقه بود. ما قدلی در کلکل شدیم. شب بود دیگه کشتی گرز می آمد. صبحش ساعت 2 بجه ما خواب بودیم که کشتی یک دفعه موج داد. کشتی چپ شد. تمام چیز به حد زود اتفاق افتاد که مثلا نفهمیدم چی شد. اما کلکین که تبیه خون بود ما هم زود برو بروشدم. ما برو بروشدم که مردم سرصدا میکرد و گریه میکرد. یکی پشت بچه خسیل میکرد و یکی پشت شوهر خسیل میکرد و یکی پشت زن خسیل میکرد. ما از کشتی محکم گرفتیم. علی خسیل میکردیم. و علی از مو دور بود دست پایم زد بلی آو ما خود علی یک جایی کتش دادیم همیشه کار خانگی زور ما کنم گه ما سنزو دوم کنم بو سنز ما دوم کنم رفی آو را از مو دورم کنم مو آخرین بار بود که مالی رو شد ما اوش پرزور شد و ما اصلا جسم توان گرفتور نداشت عجیبه که همچین وقتی آدم میفهمد زندگی شخص ارزش داره این چقدر قشنگ مو تقریبا 12 ساعت بنا مندیم و هیچ کس خبرم نداشت که مو اینجا مندیم امید نداشتیم که مو دیگه زنده باشیم ساعت تقریبا 9 بجه شب شد و بدن از مو دیگه تاب توانه ای زیر نداشت خود کنترل کنیم و دیدیم که کشتی ماهیگیری مال اندونزی اومد پس مو مردم جمعیت طرفش آبازی طرف 34 نفر ما خود خود اونج رسن میمزی جمعیت او کشتی بیشتر از 34 نفر گنجایش نداشت دیگر کسایی که نرسیدم اونجا مند ما خود ممتیم